وقتتون بخیر بینندگان گرامی، با ادامه پوشش خیزش سراسری با شما عزیزانیم. خب اخیراً مسئله ای که مطرح بحث فعالیت و مبارزه ای که دانشجویان خیلی پیگیرانه از انقلاب استارت انقلاب جینا دنبال کردن و طبیعتاً بازتاب گسترده ای هم در جامعه ایران در میان همه اقشار و همچنین در سطح بین الملل داشته. برای بررسی نقش دانشجویان چه در انقلاب 57 و طبیعتاً بیشتر به نقش انقلاب کنونی میپردازیم که دانشجویان درش نقش داشتن، برای این موضوع در خدمت جناب کاکسیاوش محمدی، کنشگر سیاسی هستیم. جناب محمدی، خیلی خوش آمدید. مرسی، متشکرم آقای عثمان، خیلی خوشحال شدم. خیلی ممنون. اگه کوتاه اشاره داشته باشیم به قبل از انقلاب 57 و خب دانشجویان و دانشگاه ها چه نقش اون موقع داشتن تا به امروز برسیم. خب جنبش دانشجویی البته در ایران یک ریشه تاریخی داره. اگه ما به اصطلاح این ریشه تاریخی، این جنبش اعتراضی دانشجوها در 16 آذر 1332 به اوج خودش رسید و در اعتراضاتی که بر علیه حکومت استبدادی پهلوی در دانشگاه شکل گرفت، دانشجوها نقش اساسی و محوری داشتن. ولی خب مسئله‌ای که میشه بهش اشاره کرد در این مورد این استش که اصولا در به اصطلاح قبل از انقلاب 1357 تعداد دانشجوها و تعداد دانشگاه ها در سراسر ایران بسیار کمتر از امروز بود، تعداد دانشجوها کمتر بود و البته در اون زمان نقش سازمان ها و احزاب سیاسی در تمامیت به اصطلاح در ایران به صورت کلی و توی اون زمان هم توی کردستان به صورت خاص مشخص و نمایان بود. تا حدی که ما میتونیم بگیم که در بسیاری از آمارها بیش از 2000 دانشجوی توده‌ای رو ما توی دانشگاه تهران داشتیم و یا دانشجوهایی که از اعضای سازمان مجاهدین خلق و یا چریک‌های فدایی خلق بودند. اگر به رهبران سیاسی جنبش کردستان و اتفاقا احزاب دیگر ایرانی هم نگاه بکنیم، بخش به اصطلاح قابل توجهی یا میتونیم بگیم که اکثریت رهبران سیاسی متعلق به جنبش های دانشجویی بودند که در دانشگاه ها شکل گرفتن. خود دکتر عبدالرحمن قاسملو، خود دکتر شرفکندی و بسیاری از رهبران سیاسی احزاب و به اصطلاح ملت کرد ما میدونیم و دیدیم که اینها بخشی از جنبش دانشجویی بودند. بله، خب امروز شرایط چطوره؟ آیا میزان مشارکت دانشجویان کرد از کردستان شروع کنیم و دانشگاه های کردستان چقدر هستش و طبیعتاً به موضوع رهبری هم اشاره کردی، چقدر رهبری جنبش داخلی رو در دست دارن این دانشجویان؟ ببینید آقای حسینی، این بحثی که ما اگر بخوایم این رو قیاس بکنیم با آنچه که در انقلاب 57 رخ داد، به نظر من واقعا قابل قیاس نیست. آنچه که ما در انقلاب 57 شاهد اون بودیم اصولا فقط در چند دانشگاه و اون هم در مرکز ایران، در تهران، ما شاهد یک جنبش سازماندهی شده و مؤثر در مرکز بودیم. ولی امروز این جنبش دانشجویی به اقصا نقاط کشور، به بیشتر دانشگاه های کشور سرایت کرده. حتی ما شاید نتونیم این جنبشی رو که امروز در انقلاب جینا مشارکت داره رو بتونیم با جنبش دانشجویی خرداد 76 هم مقایسه بکنیم. توی خرداد 76 ما فقط توی دانشگاه تهران یا دانشگاه امیرکبیر، در بعضی موارد در دانشگاه های به اصطلاح بوعلی و یا دانشگاه اصفهان یک سری اعتراضات رو داشتیم، ولی فوکس و اون به اصطلاح محور اصلی اعتراضات دست دانشجوهای کوی دانشگاه، دست دانشجوهای تهران بود. ولی امروز ما شاهد این هستیم که دانشجوهای پیام نور مریوان تا دانشگاه به اصطلاح تبریز، تا دانشگاه رازی، تا دانشگاه کردستان وارد میدان شدن. اینها در شرایطی است که ما حدوداً دو سال و نیم ما در شرایط کرونایی بودیم
بسیاری از کلاس های درسی در حالت آنلاین برگزار می شد و رژیم در 43 سال اخیر سعی کرده بود که تمامی بخش ها و تشکل های دانشجویی، سازمان ها و انجمن های دانشجویی رو کنترل بکنه. ولی امروز می بینیم که در انقلاب ژینا بیش از حداقل 600 دانشجو، 637 دانشجو، آمارهایی که قابل استناد هستند، بازداشت شدند و این آمار میتونه نشون بده که به اصطلاح حضور دانشجوها توی این انقلاب بسیار بسیار اساسی و محوری بوده. و البته در دانشگاه های کردستان ما دیدیم که در دانشگاه سنندج دانشجوها به اصطلاح در صفوف اول انقلاب بودن، اینها بودن که از دانشگاه جنبش ها رو رهبری میکردن، شعار سازی میکردن، شعارها رو به اصطلاح سطوح پایینی جامعه منتقل میکردن و بسیاری از شهدا و جانباختگان اخیر به اصطلاح از دانشجویان دانشگاه کردستان و یا دانشگاه های دیگر شهرهای دیگر ایران بودن. بله، خب یکی از روزنامه های بریتانیایی، روزنامه اگه اشتباه نکنم دیلی میل، به گفته خودشون به اسناد دست یافته که رهبران ایران میان خودشون رد و بدل کردن و گویا رهبران ایران اعتراف کردن که کنترل فضای دانشگاه های ایران و به ویژه کردستان رو از دست دادن. خانش شما از این موضوع چی؟ ببینید، دانشگاه های ایران اصولا مثل یک پادگان نظامی هستند. در بیشتر و یا در تمامی کشورهای مترقی و کشورهای دموکراتیک اصولا دانشگاه بازرسی نداره، دانشگاه ورودی و خروجی و کنترل نداره. ولی ما میبینیم که در به اصطلاح تمامی دانشگاه های ایران مثل یک پادگان نظامی اینها رو از جامعه ایزوله کردن، اینها ورودی و خروجی دارن، اینها کنترل میشن، باید کارت دانشجویی نشون بدیم تا وارد دانشگاه بشیم. با تمامی این به اصطلاح این اقدامات امنیتی که در مورد دانشگاه ها گرفته شده، همونطوری که اشاره کردم بیشتر رژیم، بیشتر به اصطلاح رگها و بیشتر تشکل ها و بیشتر انجمن هایی که توی دانشگاه ها فعال هستند سعی کرده از طرق مختلف مثل بسیج دانشجویی، مثل به اصطلاح دانشجوهایی که اینها به اصطلاح بیشتر اعتقاد به نظام دارن، اینها رو کنترل بکنن و در کنترل خودشون باشن. با این اوصاف ما دیدیم که در جنبش اخیر در انقلاب ژینا دانشجوها تونستن که بسیار مؤثر توی انقلاب مشارکت داشته باشن و همونطوری هم که شما اشاره کردید رژیم به صورت کامل کنترل دانشگاه ها رو از دست داده بود. ما توی به اصطلاح دانشگاه صنعت شریف، توی دانشگاه تهران و توی دانشگاه کردستان دیدیم که برای بیش از حداقل 50 روز متوالی اینها، اگر ما به اصطلاح این رو از جهات مختلف نگاه بکنیم، اینها فعالانه و بسیار مؤثر در کوی دانشگاه حضور به هم میرسوندن و شعار میدادن و این شعارها رو اتفاقا به بخشهای مختلف جامعه منتقل میکردن. یعنی بخشی از فعالیت دانشجویان گفتمان سازی بوده که انجام شده. و طبیعتا نهایتا به عنوان سوال آخر، خاص امروز دانشجویان کرد و ایران چیه؟ البته در مورد خاص و مطالبه دانشجوها، مطالبه اصلی دانشجوها، اگر ما شعارهایی که در دانشگاه ها این شعارها به اصطلاح سر داده می شد رو اساس قرار بدیم، خاص اونها گذار از نظام جمهوری اسلامی هستش. اونها به اصطلاح شعار مرگ بر خامنه ای رو سر می دادن، شعار مرگ بر دیکتاتور رو سر می دادن و اینها گذار کردن از جنبش اصلاحات، از اصولگراها، از تشکل های دانشجویی به اصطلاح حکومتی. و نقطه به اصطلاح بسیار ظریفی که در دانشگاه ها ما میتونیم به اون اشاره بکنیم این هستش که از اونجایی که دانشگاه های به اصطلاح ایران رنگین کمانی هستند، از این دانشجوهایی که اونجا هستند
از بیشتر از به اصطلاح سرتاسر ایران اینها در این دانشگاه ها دانشجو هستند، دانشجوهای کردستانی در دانشگاه تهران هستند، شاید دانشجوهای تهرانی در دانشگاه کردستان هستند. به همین جهت ما دیدیم که اتفاقا شعارهایی که در دانشگاه سر داده میشد خواست و مطالبه ملیت های غیر فارس بود، خواست و مطالبه ملیت های دیگر ایرانی بود، شعارهایی در حمایت از بلوچستان در دانشگاه کردستان سر داده میشد، شعارهایی در حمایت از کردستان در دانشگاه تهران سر داده میشد، شعارهایی در حمایت از کردستان در دانشگاه تبریز و شعارهایی برای حمایت از تبریز در دانشگاه تهران و یا کردستان سر داده میشد. بر این اساس میتونیم ما به اصطلاح این نتیجه گیری رو داشته باشیم که خواست دانشجوها از اونجایی که دانشگاه ها یک به اصطلاح نمونه ای از آنچه که ما در جامعه ایران میبینیم هستند میتونه که نمایانگر خواست و مطالبه تمامی خلقها و ملتهای ایران باشه. جناب محمدی خیلی ممنون از اینکه با ما بودید. خواهش می‌کنم. خیلی خوشحال شدم. بینندگان گرامی به پایان این بخش پوشش ویژه رسیدیم و خدا نگهدارید.